بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، استادان بزرگوار، شاگردان ارجمند، خوشحال هستیم که با در خدمتتون قرار داریم از طریق پروگرام تلکاست یا آموزش از راه دور. با امیدی که درس ها براتون مفید تمام شود، میریم به طرف درس دیگی از ریاضی صنف نهم به ادامه درس قبلی، این بار تحت عنوان سیستم معادلات خطی. سیستم معادلات خطی چی مانا دوستای عزیز؟ پیش از اینکه این موضوع رو براتون کار کنیم، یک بار مانا کنیم. همین عنوان بسیار مطلب حل میکنه. معادله و خط، سیستم معادلات خطی. اول سیستمی که دو تا معادله است، یک دانه نیست. دوم معادلات، خب معادله که دو طرف با هم چی باشه؟ مساوی باشه، طرف چپ طرف راست و علامه مساوی هم دوبینش. خطی یعنی خط مستقیم نشان میده، یعنی معادلاتی که اگر حل کنیم میشونه خطای مستقیم رسم میکنه. یعنی گپ دیکارت که معادله هست از نگاه الجبری، ولی از نگاه هندسی بس خط مستقیم هست. خط مستقیم رابطه بین الجبر و هندسه. شما فهمیدین این حال معادلات چه کار میکنیم؟ اگر وقت بود باز بخیر یکیش رسم میکنیم که واقعا خط مستقیم هست یا نیست. خب و در چی وضعیت هم قرار دارن؟ ببینید دوستای عزیز، اولین مثالش، خب سیستم معادلات خطی زیر را حل کنید. سیستم معادلات خطی را، خب ببینید دوستای عزیز، یا خط داده براتان x جمع y مساوی است به 7. متوجه هستین؟ دیگه است که 2x جمع y مساوی است به 5. 2x جمع y مساوی است به 5. اصلا این خودش یک معادله هست. این دوستای عزیز چی است؟ یک معادله هست. خب یک معادله است. چی رقم معادله است؟ معادله دو مجهوله. معادله چی؟ دو مجهوله. دو مجهوله مانا میده که دو نبا مجهول است، x و y و یکی دیگه. معادلاتی که دو مجهوله بود دو تا معادله میداشته باشه، سه مجهوله سه معادله میداشته باشه، چهار مجهوله چهار تا، تا که نباشه حل نمیشه. دو مجهول از خاطر که x و y دارن و دیگه یک سیستم هستن. سیستم به این مانا که دو دان است، دو دانه. این حالی اول برتون قیمت های x و y پیدا میکنیم، باز یک رسم میکنیم که بگویه که یه قبول کنیم که امی معادله معادله خط است، رابطه بین الجبر و هندسه هم برقرار شود. سعی کنید دو سعی چیز به این ترتیب حل میکنید. معادله اوله y میگیم مساوی است به x، این طرف میاریم منفی x، علامش تغییر میکنه دیگه، این طرف مساوات که به جمع 7 خودش. این معادله اول. معادله دوم y مساوی است x، این طرف میاریم منفی 2x جمع 5. جمع چی؟ 5. این معادله به این شکل آمد. خب این طرف ببینید مساوی است، ارزش y است، نه؟ این طرف ها مساوی گرفتن نمیتونیم؟ میتونیم. این رو نشان میکنیم منفی x جمع 7 مساوی است به منفی 2x جمع 5. اینا رو مجهولا رو یک سو میاریم، معلوما رو یک سو میاریم، در حل معادله آسان میشه. منفی x خودش، منفی 2x که این طرف بیاریم مجهول است، نه؟ علامش تغییر میکنه میشه مثبت 2x. 5 خودش مثبت 7 که اون طرف بریم میشه منفی 7. این حالی دوتا از 2x که 1x کم کنیم میمونه 1x مساویست، از 7 که 5 بره 2، علامه هم از کلان منفی 2. برای x قیمت پیدا کنیم منفی 2، صحیح است، نه؟ مادر پیدا شد، منفی 2 حل شد، این حال xش پیدا شد. چی باقی مونده دوست عزیز؟ وایش، وای هم پیدا میکنیم براتون. شلا که تا اینجا رو خود گرفتین x چند شد؟ منفی 2. این حال وایش رو پیدا میکنیم. x جمع y مساوی داریم به 7. x رو پیدا کردیم، منفی 2 جمع y مساوی میشه به چی؟ 7. از یه y مساوی میشه 7 خودش، منفی 2 رو که اون طرف بریم جمع 2 y مساوی به چند شد؟ 9. x قیمتش دوستای عزیز منفی 2 شد و y قیمتش چند شد؟ 9. معادله حل شد به حساب الجبری. معادله چی شد؟ حل شد. در کتابتون فکر میکنم هم کمی جواب را
پیدا کرده منفی دو نو این جوابش پیدا شد. خب امتحان هم کنیم صحیح بیاین در مدل دوم میمونیم که یا صحیح یا غلط. x چند شد؟ منفی دو. x منفی دو. y چند؟ نو. اینجا اگر صدق کرد مدل بلکل صحیح دو خودش ضربه x قیمتش چند است؟ منفی دو. جمع y قیمتش چند است؟ نو. باید چند شبه میدو سیزیز؟ پنج. اینا ببینیم که میشه یعنی این منفی چار میشه. جمع نو مسئله میشه با پنج. از نو که چار کم کنیم پنج. علامه از عدد کلان مثبت. پنج مسئله است با پنج. پس درست است. اونمو جواب سیز. خب. این گپ خود درست. که جواب ها درست شد. قیمت های اکس ها پیدا کردیم. اینوال یک گپ دیگر رو مد نظر بگیریم. که امی خط امی معادلات آیا خط مستقیم هستن یا نیستن و اگر هستن باز در روی رسم امی قیمت ها را چطور پیدا کرده میتونیم. اول خط بودنش را ثابت کنیم چون ما گفتیم هر مدلی الجبری یک شکل هندسی داره و هر شکل هندسی یک مدلی الجبری داره. همین را ببینیم که خط هست یا نیست. اول خود دو تا خط براتون رسم میکنیم که قبول کنین این معادلات معادلات خطی بوده هستن. این گپ دیکارت که معادله هست از نگاه الجبری و از نگاه هندسی یک خط مستقیم است. هست یا نیست؟ ببینید اینا. این مدل اولش را سیک کنیم. ما داریم این رقم نی؟ x جمع y مساوی است به 7. میتونیم این رو نشون کنیم که y مساوی است. x این طرف بیاریم. منفی x جمع 7. این میره. میتونیم شما قیمت بدیم. اینجا x، اینجا y. با x قیمت بدیم 0. y چند میشه؟ 7. با x قیمت بدیم 7. اینجا که منفی 7 بونین وای چی میشه؟ صفر. فهمیدین انشاءالله؟ x صفر. اینجا که صفر بونین وای چند شد؟ وای 7 میشه. دیگه نه 7 شد در زیرش. این حال x 7 دادیم اینجا که 7 بته ما منفی 7 میشه نیم؟ منفی 7 میشه جمع 7 چی میشه؟ صفر. این دفعه وای باز چند میشه؟ صفر. این x که 7 بونین ده اینجا منفی 7 میشه منفی 7 مثبت 7 صفر میشه. پس قیمت وای ده این صورت چی میشه؟ صفر. درست شد؟ این حال اینه میره در روی یک خط ما رسم میکنیم صفر و هفت هفت صفر. درست؟ خب جای کم است اول یک یادداشت میکنیم باز رسمش رو پسان میکنیم صفر و هفت و هفت و صفر هفت و صفر. اینی را ما در روی خط رسم میکنیم. مدل دوم رو میگیریم وای مساوی است به منفی دو اکس منفی دو اکس رو طرف بریم جمع پنج. این حال وای مساوی میشه در این صورت سعی کنین این شکل که گرفت این حال قیمت میتیم امیرم که این قیمت هایش چی میبرد اینجا x اینجا وای با x صفر قیمت بدیم وای چند میشه؟ پنج. درست؟ با x دو قیمت بدیم با x دو قیمت بدیم دو دو چار میشه منفی چار و مثبت پنج مثبت یک. دیدین این قیمت هم پیدا شد یعنی ایار ایرام نشانی میکنیم که صفر و پنج یکش و دیگهش دو مثبت یک دو مثبت یک. این حاله ای یک خط ماست ای دیگه خط ماست. رسم میکنیم که همیو خط مستقیم هستن یا نیستن. این حاله دیگه رسم میشه ببینید دوست عزیز اکس اکس زبر وای وای زبر. درست؟ این یامی یا صفرش. درست؟ خواه x صفر و هفت ای x صفر y هفت بالا دیگه یک مساوی ای دو سه چار پنج شش اینی هفت. اینمی نقطه را برجسته میسازیم میگم اینمی نقطه صفر و هفت است. صفر و هفت چی مونه؟ یعنی در x صفر است و در روی محور y این هفت است. ای دیگهش هفت و صفر یعنی در x هفت است در y صفر. یک دو سه چار دیگه چارا نیست این طرف بگیریمش چار باش که رسمش چار چار ای پنج ای شش اینی هم هفت. درست؟ ای چی هست؟ هفت و صفر. اینی نقطه رو برجسته هم بسازیم هفت و صفر. هفت و صفر چی بنا؟ یعنی در روی محور x این هفت است در روی محور y صفر یعنی هیچ بالا نرفت. اینا دو خط با هم وصل میکنه این دو تا را که با هم وصل کنیم دقیقاً دوستای عزیز یک خط است. اینمی خودش یک خط مستقیم است.
این کدام خط است؟ اونمو خطی که پیشتر معادلش داد براتون، یعنی x جمع y مساوی به 7 است. دیدن که این معادل است، این رسمش یه خط مستقیم شد. پس گپ دیکارت صحیح است دیگه که معادل الجبری یک شکل هندسی داره. معادل الجبریش x جمع y مساوی به 7 و رسمش یه خط مستقیم. اینا رو یه دوتار رسم میکنیم، 0 و 5 0 و 5 x 0 y 5 1 ای 2 ای 3 ای 4 ای 5 اینی نقطه، اینی نقطه 0 و 5 است. خب دیگه چیز دو مثبت یک، یک اینی دوش، اینی دو مثبت یک دیگه اینه، این از x دو سکنین x دو y مثبت یک، x اینی دو y مثبت یک، اینم ادامه بتین اینم این یک نقطه پیدا میشه. درست؟ اینا رو دو نقطه را که با هم وصل کنیم و ادامه بتین به این شکل ماشین که ذره خوب تر به صحیح تر این رو ادامه بتیم. اینی دو تا دوستای عزیز اینا دو خط مستقیم شد نی؟ یا در یک نقطه این یک دیگه خود قطع کردن، در یک نقطه قطع کردن. اینا رو پیشتر اما قیمت ها رو چند دوستای عزیز پیدا کرده بودیم، منفی دو و نو بود. اینا رو این زمینه که را قطع کرده، اگر شما به دقت برینش در روی محور x، این در روی محور x دقیقا صفر یک اینی دو در روی محور x منفی دو قطع میکنه، منفی دو. متوجه هستین؟ باشین که نام یک ذره کلانتر رسم کن. اگر در روی محور y ببرین دقیقا نو میشه، این تا اینجا هفت شده، اینی هشت اینی نو میشه، یعنی در روی محور y نو برامد، مانایش که قیمت y چند است؟ نو. در روی محور x چند برامد؟ منفی دو، یعنی قیمت x چند شد؟ منفی دو. دوستای عزیز این دیگه یک به یک تمرین کار داره، به یک تمرین که دیگه نمیشه که آدم میره تو در یک وقت کم خوب یاد بگیره، دیگه باید تمرین کار کنین که در کتابتان از این سوالاتش فراوان هست و شما تمرین کنید حتما ان شاء الله یاد میگیرین. خب بالاخره از ما به قدر یاد گرفتین که اگر برای ما داده شده باشه که سیستم معادلات خطی، ما از روی سیستم میفهمیم که دو تا معادل است، این معادله دو مجهول است، این یک سیستم است دو تا معادله داره و دیگه دو تا مجهول داره، یکی x یکی y، معادلش دو مجهوله، خطی او دیگه هندسی است، یعنی اینمی دوتا رسمایشون خط است، خط مستقیم. از کجا میفهمیم؟ گیر دیکارت گفت، دیکارت گفت که هر معادلی الجبری یک شکل هندسی داره، یعنی اینمی معادلات شکلشان خط مستقیم است. این رو در روی رسم براتون کشیدیم که همین معادلات واقعا خط مستقیم بود یا نبود. گپ دیگه از طریق الجبری پیدا کردیم نی؟ که قیمت x برامد منفی دو، قیمت y برامد نو، الجبری محاسبه کردیم، در روی رسم هم که آوردیم اما جایی که دو خط قطع کردن او را که آوردیم در روی محور x منفی دو را قطع کرد، در روی محور y که بردیم نو را قطع کرد. دیدیم که از روی رسم هم همی قیمت های منفی دو و نو چه شد؟ پیدا شد. این انشاءالله درس امروز بود، درس جالب بود و اگر دقت کنین انشاءالله درک میکنین. خب به خاطر از اینکه چون پروگرام درس ما ختم شد، باز خاطر دیگه بخیر یکی دو تای دیگر هم کوشش میکنیم که براتون حل کنیم تمرینشه که دیگه باز بیخی مکمل بفهمین. تا ساعت دیگه شما را به خدا میسپاریم با یک سوالی که براتون میتیم که شما کار کنیم. سوالی است معلوماتتان را در مورد معادلات خطی با مثال واضح سازید، با مثال واضح سازید. این دو سر انشاءالله که یک چیزی یاد گرفتین و درس امروز ما در اینجا ختم. تا ساعت دیگه که در خدمتتون باشیم شما رو به خداوند یکتای بی همتا می‌سپاریم.